بسم الله الرحمن الرحیم بنده مؤمنه به فرمان روای آلمیان سید فاطمه روحانی هستم ای آگاه بر اسرارها ای روشنی چشم من ای فرمان روای قالب بر کل هستی ای فرمان روای من ای روح زیبای ابدی یا رب تنها شما را میخوانم و اگر غیر از خودت را بخوانم از خوشی ها و سلامتی و ثروت و نعمت ها محروم خواهم شد به غیر از خودت امید نمی بندم که اگر امید ببندم ناامید خواهم شد ای ظاهر ای باطن ای عزیز ای رحم کننده ای قادر متعال ای فرمان روای من نظری کن و به ما بیاموز روش خوشبختی و ارتباط داشتن با خودت و روح گیرندگی از خودت را به ما وصل بفرما که تجلی خواسته ها و آرمان های من را با قدرتت به منصه ظهور برسانی یارب حس اعتماد به خودت را در ذهن و امورمان بیشتر بفرما میدانم از رگ گردن به من نزدیکتری و همیشه بار غم را از قلبم برداشتی و این را میدانم که هر کس به شما وصل باشد دارای شرافت دارای شرافت و آبروی ابدی است از شما استدعا دارم لحظات زندگیم با انرژی های ذکرت و اعمال صالح و نکویی برای رضایت خودت باشد ای روح ابدی من ای فرمان روای کل هستی عاشقانه دوستت دارم سوره تقابون هستیم آیه هشت رو باید بخونم به نام خدای بخشنده مهربان یا رب به شما پناه میبرم از وسوسه شیطان و نیروهای منفی میفرمان بنابراین به خدا و پیامبر او و نوری که نازل کردیم ایمان بیاورید یعنی همین راه گشایی کتاب قرآن خدا از آن چه انجام می دهد کاملا آگاه است روزی که خدا همه شما را برای روز تجمع یعنی جهت رسیدگی به حساب اعمال مردم جمع می کند آن روز روز تقابن است هر که به خدا ایمان آورد و اعمال صالح انجام دهد خدا گناهانش را میبخشد و او را در باغات بهشتی که در آن نهرها جاری است داخل میسازد و برای همیشه در آن بهشت خواهند بود و سعادت و موفقیت بزرگ همین است لطفا آقایون خانمها از فکر روش درویشا بیاید بیرون من نه درویشم نه متعلق به افراد دیگه گروه های دیگه کلاس های دیگه هیچ کدوم نیستم قرآن ظاهر باطنش همینه چی چی از عرفان شما حرف بزنید چی چی عرفان یه مش فیلسوف بدبخت بیچاره که واقعا نمیخوام این کلمه رو بزنم روش نخود خوردن شب خوابیدن صبح بلند شدن یه مو چرت پرت مردم رو از حقیقت،, از حقیقت جدا کردن وز کردن به توهمات همین یه زد چشاتون واز کنین اگه روش آخوندا درست بود صحیح بود روش این همه درویش درست و صحیح بود این مملکت به خاک سیان نمی نشست همم هم که پیروی کردن ازشون چشماتون رو باز کنید چقدر میخوای تو عرفان توهم بمونید الله اکبر میفرمان و کسانی که کافر شدن و آیات ما را دروغ پنداشتن همانان اهل آتش دوزخند و برای همیشه در آن خواهند ماند و آن بازگشت بسیار بدیست هیچ رنج و مصیبتی بر کسی نمی رسد مگر به خواست خدا و کسی که به خدا ایمان آورده از قلب خدا قلب او را به سوی صبر آرامش رضا و خوشنودی بر مشیت الهی هدایت میفرمایند و خدا به تمام امور جهان به خوبی آگاه است ببینید شما اعتقاد ایمان به هر چیزی که دارید باید اون یک چیزی باشه که سودمند باشه برای بشر و هر چیزی که از این بشر تولید میشه به سود دیگران باشه نه به ضرر یه مش هروینی و تریاکی و دزد و تبهکار جمع شدن دور هم شدن دار دسته درویش و آخون هم. تا الانم که دیدید هیچ بازدهینی به غیر از تبهکاری و دزدی و فقر و فحشا و بیچارگی هیچ نداره بعد از اینش هم بشینید نگاه کنید بشینید نگاه کنید تازه اول سقوطه بشینید بعدش رو ببینید میفرمان مردم خدا و پیامبر او را اطاعت کنید اگر روی از او برگردانید با پیامبر مخالفت ورزید به سزای اعمال خواهید رسید برای رسول ما جز تبلیغ رسالت آشکار تکلیفی نیست خداست که جز او هیچ معبودی نیست و مؤمنین باید تنها با خدا باید تنها به خدا توکل کنند ای کسانی که ایمان آورده اید بعضی از زنان و فرزندان شما دشمنان شما هستند از شر آنها حذر کنید و اگر گذشت کرده و از تقصیراتشان بگذرید و آنها را ببخشید برای شما بهتر است خدا نیز در حق شما بسیار آمرزنده مهربان است این سفر این صفحه سوره تقابون از آیه ده تا الا آخر خب من به خاطرم میاد یکی از شاگردانم خیلی قدیم خیلی شد مثلا سی سال پیش ایشون یه اختلافی بین خودش و خانواده شوهرش و اینا افتاد که به من مراجعه کرد گفتش که من نمیدونم یعنی چی این قضیه من هر حرکتی که میکنم مادرشوهرم اینا میفهمن که سوال کردیم این صفحه اومد درست که من بهش گفتم و تم امکان داره که از طرف فرزندان تو درس بشه این قضیه که گفت اصلا باور کردنی نیست گفتم مادر معلومه که آدم باور نمیکنه بچهش یه چیزه چی اما حالا یه ذره خودتو جمع جور کن حرف پشت تلفن با مادر تو خواهر تو اینا میزنی بچه هات حضور داشتن نگو بعد از یه مدتی متوجه شد که آره اینا میرن میگن یعنی فرزندانش و خانواده شوهر هم خیلی چیز کرده بودن چه بچه ها رو شستشون مغزی می دادن مادرتون دیوونه و شماها خوبید و ما خوبی ما از همین چیزایی که تو زندگی های عادی همه ایرانی ها هست حالا منظورم اینه که اگر یک چنین چیزی برای شما برای کسی که سوال کردید اومد حواستون رو جمع کنید حالا ممکن فقط خانوادهتون نباشه برادرت باشه خواهرت باشه این باشه اون باشه قصد بدی هم نداشته باشه همه همینجوری بره بگه اما مثلا لطمه برای شما باشه میگن بیشترین لطمه رو افرادی میزنن که دوست شخص هستن اما اهمیت قضیه رو نمیدونن به دیگران میگن براش مطلب درست میکنن یعنی ابتدا شما باید بفهمید که این کلمات قدرت های اجرایی داره یا نداره که صد درصد داره می که و اگر گذشت کرده و تقصیرات چون بگذارید آها بذارید من از اول بخونم ای کسانی که ایمان آورده اید بعضی از زنان و فرزندان شما دشمنان شما هستند از شر آنها حذر کنید احتیاط کنید و اگر گذشت کرده و از تقصیرات چون بگذرید و آنها را ببخشید برای شما بهتر است خدا نیز در حق شما بسیار آمرزنده مهربان است حالا اینجا اومدن توضیح فرمده که در واقع اموال و فرزندان شما وسیله آزمایش شما هستند و اجر و ثواب بزرگ نزد خداست پس تا می توانید خدا ترس و پرهیز کار باشید احکام خدا را بشنوید و اطاعت امر کنید و از مال و ثروت خود به مستمندان و محرومان انفاق کنید انفاق و احسان برای شما بسیار بهتر است هر کس نفس خود را از بخل و حسادت دور نگه داشت همانان رستگاران عالمند و اگر به خدا قرض الحسن بدهید خدا آن را چندین برابر برای شما میافزاید گناهان شما را می بخشد خدا شکر پذیر و مهربان و با گذشت است دانای نهان و توانای با حکمت است ببینید این آزمایشات بر این مبناست که زمانی که ما به یک چیزی خیلی وابسته میشیم میتونه اون آدم میتونه اون معشوق آدم باشه همسرش باشه فرزندش باشه ثروتش باشه حالا هر چی هر چیزی که خیلی بیشتر از همه بهش وابسته هستن خب این وابستگی امواج وابسته بودن به بشر رو بیشتر جذب میکنه دیگه و امواج خداوند کمتر به این آدم وصل میشه به همین علت شما رو در بوته آزمایش قرار میده خب تویی که میگی من ایمان به خدا دارم و خداوند رو میپرستم خب پس نباید توجه کنی به ثروتت ببخش در راه خدا که البته این هم یه قانونه وقتی شما چیزی رو میبخشی برای خدا در عوض اون ده برابر به شما جذب میشه ثروت بیشماری که همراه با لذت و آرامشه نه همراه با حوادث و لطمات توجه کردید خیلی سخته برای یک مادر که فرزندانش داشته باشن اما مثلا این خودش بخواد این ورون ور بر نگاه کنه بگه ای وای مثلا اجاره خونم رو چه کنم و این رو یقین داشته باشید فرزندانی که آگاهید افرادی که صدای من رو میشنوید دقیقا به همان وضعیت و شرایط دوچار خواهید شد اگر پدر، مادر، خواهر، برادر خانواده نزدیک شما در گشنگی در این چیزا باشه و شما داشته باشید تازه پوزم روش بیاد خدا رفتگانتون رو بیا مرز پدر منم رحمت کنه همیشه میفرمود بابا آفتاب به سایه نمیکشه مگر اون وضعیت رو پیدا میکنی اینا قانونای عدله چون که شما وقتی که یعنی در اصل شما وقتی حمایت از خانوادت اما در دپ در اصل از خودت حمایت کردی چون اون انرژی ها از شما آزاد شده و بعدش دوباره به خود شما وصل میشه توجه فرمودید؟ خب حالا این سوره طلاق ابتدای سوره طلاق این برای هر که اومد این سوره وقتی برای هر که میاد طلاق که میگیره دوباره رجوع میکنه متوجه شدید یعنی طلاقی نیست که این رو, این رو هم ما آزمایش کردیم رو چند نفر دیگه یعنی کسایی که در اون مرحله قرار گرفتن هر کدوم برای هر کس که یک چنین آیاتی اومد یه مثلا سه ماه، چهار ماه، شیش ماه، پنج ماه این طلاق بوده اما دوباره به همون مرد رجوع کردن یعنی به هم آشتی کردن با هم دیگه که به نام خدای بخشنده مهربان یا پیامبر هرگاه تو و امت تو خواستید زنان خود را طلاق دهید در دوره پاکی از هیز آنها را طلاق دهید و ایام عدهشان ادده را بشمارید و از خدایی که پروردگارتان است بترسید و زنان مطلقه را تا پایان عده از خانه خود بیرون نکنید و آنها نیز نباید از خانه شما بیرون روند مگر آنکه اعمال قبیه و خلاف شر به طور آشکارا از آنها سر بزنند ببینید این عده رو که گذاشتن یعنی بعد از طلاق شما سه ماه نباید با مردی هماغوشی داشته باشید اگر کسی فوت کرده باشه تا چهار ماه نباید هماغوشی داشته باشن برای اینکه اگر از شخص قبلی بچه دار شده باشید بچه مشخص باشه البته این برای قانون این زمان حکم نمیکنه چرا؟ چون آزمایشات متعدد هست و اینا همه مشخص میشه این به خاطر زمان 1400 سال پیش بود که نه آزمایشی بود و نه مطلب دیگه ای توجه فرمودید میفرمان این احکام حدود شرع خداست هر کس از حدود مقررات خدا تجاوز کند به خود ظلم کرده است یعنی خداوند در کتاب قرآن روش صحیح زندگی کردن رو داره به بشر یاد میده میآموزه که چه کنید خوشبخت باشید ثروتمند باشید سلامت باشید رأس باشید میفرمان تو ای طلاق دهنده و ای طلاق گیرنده آگاه نیستی شاید خدا پیش آمده تازه بعد از طلاق پدید آورد ببینید بعضی از طلاق ها اصلا چیز بدی نیست وای و شین و شیون و گریه را نندازید چرا؟ اگر مورد آزار قرار گرفتید یقین بدونید که خداوند از شما دفاع میکنه چجوری دفاع میکنه؟ همین که از این آدم جداشید تازه بهش میفهمونن که این زن بود برای تو چه ها کرد دلسوز بود، مادر خوبی بود، نوازشگر بود، نمیدونم با خانواده چجوری برخورد داشت، چقدر مهربون بود و شماها بعضیا دیدی خوشی زیر دلشون میزنه همه چی دارن اما خب خوشی زیر دلشون میزنه یه چند نفر آدم هم میبینن و چرا زن ما این نیست و چرا اون نیست و اما بعدش وقتی که خدا یکی دیگر رو سر راهشون قرار میده و ظلم و تعدی و تجاوز اون آدم رو میبینن تازه میفهمن چه فرشته یا دست دادن یا زنها همینجا هیچ تفاوتی نمیکنه. بعضی از مردها آدم وای خدایا این چی بود؟ این مثلا چه ملک خیری بود تو زندگی من بود و من قدرشون ندونستم آقایون آگاه باشید خانوم ها آگاه باشید توجه می فرمایین. طلاق مرگ نیست مرگ یک زندگی نیست یا برای خودتون و اون زن یه فرصتی بدید یه ماه از هم دور باشید نمی میرید که نمی میرید. اما همیشه مثل سیریش به زنه به چسبید یا به شوهرتون بچسبید اون جدا جدایی برای شما به وجود میاره تا اینکه ازش جدا باشید آزادی بهش بدید بابا یه سفر بره بدون بچه هاش بدون تو یه چیزی یک حالی عوض بشه ازش زر خرید که نگرفتی که آقا شوهر کردی اون شوهر بیچاره غلامت که نیست که اون میخواد حد اقلش ببینید تابستونیا خب این رو باید این فاصله رو ازش داشته باشید اسفن ماهیا گوش کنید که وقتی میچسبید ول نمی کنید آبان ماهیا گوش کنید وقتی میچسبید ول نمی کنید اگر شما با آزر ماه ازدواج کردید با چه میدونم فروردین ازدواج کردید با ستاره های آتش ازدواج کردید بعد ازشون فاصله بگیرید که اونها به یه مدتی از شما فاصله میگیرن حالشون عوض میشه تغییرات دارن دوباره به شما وصل میشن چون اگر واقعا عاشق شما باشن اصلا شما جدا نمیشن اما باید حفظ فاصله رو داشته باشید ازشون من هر کس صدای منو میشنوه اون رو از خودم میشناسم حالا اصلا همم بشنون مادرم من بعد از پدرم و مادرم طلاق گرفتم از همسر اولم مادرم حال خراب داشت داشت فوت میکرد به همسرم میگفتم من میخوام یک شب پیش مادرم باشم نمیخوام تو باشی من میخوام بفهمم مادرم داره چی میگه میگو نه خانم مرد هر جا هست زنشم با همون جا باشه زن هر جا هست مردشم باید همون باشه آخه یعنی چی؟ میدونم خلقش بود که زن و مرد نباید از هم جدا بشن هر جا میرفتم مثل رادار دنبالم بود اما البته الان واسه همسر دومش اینجور نیست نادا این فراری به چین بشنوه اصلا خودشم بشنوه اصلا میگم اون بشنوه چرا؟ به خاطر اینکه من محبت کامل بودم اما آدما بعد از طلاق قدر همدیگه رو میفهمن بعد از جدا شدن یک زن یک مرد که وقتی ازدواج میکنه که مرگ نیست چرا باید آدم ازدواج کنه بگم وای مردم بابا ازدواج دو نفر آدم کنار هم قرار میگیرن با دو تا خلق و خوی متفاوت این میگه من اینو میسازمش درست بش تا هرچی من میخوام انجام بده این از زنه مردم فکر کرده من ننشم باباشم حالا بذار بشین ببین چی چی ببینه توجه میفرمایین بابا زندگی میدون جنگ نیست بچه هاتونم قربونه نکنید فقط بفهمین همدیگه رو در مورد خلق و خوی همدیگه تحقیق کنید به جای این که تو دادسراها و اینور و اونور واسه طلاق هم اقدام میکنن قبل از اینکه بخوای طلاق بگیری اصلا اول زندگی شروع میکنی خلقش رو برو تحقیق کن این آقا دارای چه طبیعه چه وضعیت شرایطیه چه چیزی میخواد همه تو فیلم همه دائم در حال فیلم اومدنن واسه هم دیگه من اینم و من اونم و بعد وقتی تو زندگی میریم اینه همه چی دروغه بعد اگه سوال کنیم میگن همه واسه ازدواج دروغ به هم میگن توجه کنید هر کسی آزاد به این دنیا پا گذاشته فرد اومده و خدا زوجش هم گذاشته اما ابتدا ابتدا بشناسید همدیگر رو این از چه نوع رفتاری خوشش میاد بیشتریا که زندگیای موفقی دارن من توجه کردم جدی میگم کسانی که هم ستاره خودشون بودن ازدواج کردن بسیار خوشبخت شدن مثلا فرض کنید آذر فروردین مرداد تیر اسفند و تیر و اسفند و آبان حالا یه سری مطالب رو دریافت کردم که اگر یک ماه قبل از اون مثلا شما فروردین اسفند با فروردین ازدواج کنه بسیار عالیه آبان با آذر ماه ازدواج کنه بسیار عالیه مرداد با تیر ازدواج کنه بسیار عالیه یعنی خیلی کامل هم دیگر رو میفهمن و یا هم برج خودش اما اگه یکی خاک باشه یکی آب باشه یکی خورشید باشه نور باشه ال... واقعا نمیدونم چی بگم دیگه عذر میخوام که نشد الله و غفور رو بگم اما به نظر من این آگاهی ها رو داشته باشید بهتره به جای این که همش از صبح تا شب شب تا صبح بگید وای چه کنم به خداوند وسچید خداوند اون آگاهی رو به شما میده در پناه خداوند بزرگ باشید